در این شما با چندین حالت نمایش مختلف در محیط کاری نرم افزار استوری لاین آشنا خواهید شد. من ابتدا یکی از پروژه ها رو در محیط کاری باز می کنم تا بتونم ادامه توضیحات رو برای اون خدمتتون بگم. زمانی که شما پروژه ای رو در محیط کاری اوپن می کنید به صورت پیش حالت نمایش به این صورت هست. اما در حالت کلی زمانی که شما دارید بر روی یک پروژه کار میکنید در قسمت های مختلف کار نیاز به دسترسی های متفاوتی خواهید داشت مثلا ممکنه بخواید تمامی اسلایت ها در دسترس شما باشند که حالت استوری ویو حالت مناسبی هست و تمامی اسلایت ها در اینجا به صورت یک تصویر بندنگشتی نمایش داده میشن حالا من در این پروژه فقط یک اسلاید دارم ولی اگر اسلاید های بیشتری باشه در حالت استوری ویو تمام این اسلاید ها نشون داده میشه اما در صورت که شما بخواید بر روی یک اسلاید کار انجام بدید این حالت نمایش نمیتونه مناسب باشه و لازم هست که شما وارد خود اسلاید بشید برای این منظور حالت نمایش استوری ویو باید تبدیل بشه به حالت نمایش اسلاید ویو برای تبدیل حالت نمایش مختلف به همدیگه چندین راه وجود داره در نرم‌افزار افزار به عنوان مثال اگه بخوام حالت نمایش استوری ویو رو در اینجا به حالت نمایش اسلاید ویو تغییر بدم میتونم بر روی این تصویر بند انگشتی دبل کلیک کنم همینطور که مشاهده می‌کنید، محیط کاری به این شکل در اومد و من میتونم بر روی قسمت‌های مختلف این اسلاید کار کنم خب حالا ممکن هست من به قسمتی از کار رسیدم که نیاز دارم نرم افزار یا پروژه که ساختم رو تست کنم و ببینم که این پروژه و این نرم افزار از به کاربر به چه شکلی ده میشه. برای این منظور باید حالت نمایش رو به حالت پریویو تغییر بدم. برای رفتن به حالت پریویو راحتترین راه این هست که با استفاده از این قسمت که با کادر قرمز براتون مشخص کردم بر روی حالت پریویو کلیک کنید و به حالت نمایش پریویو برید. صبر میکنیم تا حالت نمایش کامل بشه همینطور که مشاهده می‌کنید، در این قسمت در واقع در از دیده کاربر پروژه نمایش داده میشه و ما میتونیم کارهای مختلفی رو انجام بدیم و تست کنیم حتی از قسمت بالا سمت راست در دیوایس های مختلف میتونیم مشاهده کنیم که کار به چه شکلی دیده میشه این در دیوایس لپتاپ هست در تبلت ها به صورت افقی و عمودی و در گوشی های هوشمند به صورت افقی و عمودی میتونیم مشاهده بکنیم برای اینکه برگردیم به حالت نمایش استوری یا اسلاید ویو باز هم میتونیم از همین ناحیه در پایین صفحه نمایش استفاده کنیم و با کلیک بر روی استوری یا اسلاید ویو به حالت نمایش مورد نظرمون برگردیم. راه دیگه برای حرکت بین حالت نمایش‌های مختلف استفاده از زبانه ویو در بالای محیط کاری نرم افزار هست. اگر من بر روی ویو کلیک کنم میتونم از این قسمت در سمت چپ استوری ویو و یا مجدداً بر روی ویو اسلاید ویو رو انتخاب کنم. همچنین preview هم در اینجا در دسترس هست. راه دیگری که میتونید بین حالت نمایش های مختلف حرکت کنید کلیک بر روی تب مورد نظر هست. در اینجا چندین تب وجود داره. یک تب مربوط به حالت نمایش استوری ویو هست و تب دیگر مربوط به حالت نمایش اسلاید ویو. قسمت دیگری که در محیط کاری نرم افزار خوب هست با اون آشنا باشید، پنل‌های مختلفی هست که در این سمت راست وجود داره، یکی پنل تریگر و دیگری پنل اسلاید لایه. همونطور که مشاهده می‌کنید، در اسلاید لایر لایه‌های مختلف اسلاید قابل انتخاب و ویرایش هستن. با استفاده از پنل تریگر می‌تونید مدیریت اسلاید رو انجام بدید و اینکه می‌تونید این, این پنل‌ها رو با کشیدن و رها کردن جابجا جا کنید. من کلیک و درک می‌کنم و اون رو جابجا میکنن برای اینکه پنل به مکان اولیه برگرده کافی است اشارگر موس رو بروی این آیکون قرار بدید و بروی اون کلیک کنید در مورد پنل لایر هم به همین صورت میشه اون رو کلیک درک و جابجا کرد و به مکان اولیه بازگردون برای زوم و آن زوم در محیط کاری استریلاین چندین روش وجود داره یکی اینکه کلید کنترل بر روی صفحه پایین نگه دارید و قربیلک مست رو بچرخونید تا زوم و آنزوم انجام بشه همچنین میتونید با استفاده از این ناحیه در پایین محیط کاری و جابجا کردن این لغزاننده زوم و آنزوم رو انجام بدید همچنین میتونید بر روی نمایش عددی درصد زوم دبل کلیک کنید و گزینه‌های پیشورزی رو که در اینجا قرار داره انتخاب کنید مثلا میتونید حالت فیت رو انتخاب کنید من یک بار دیگه به حالت نمایش استریویو میرم تا در اونجا هم زوم و آنزوم رو مشاهده بکنید. در اینجا من دوست دارم زوم در حدی صورت بگیره یا آنزوم در حدی صورت بگیره که متناسب با صفحه نمایش من باشه. برای منظور میتونم بر روی این آیکون در پایین کاری کلیک کنم تا عمل فیت project to current window انجام بشه. همچنین برای انجام این کار میتونید از منوی view و کلیک بر روی fit to window zoom استفاده کنید.